بهنام طالب‌لو، پژوهشگر ارشد در بنیاد دفاع از دموکراسی، اینجا در استودیو با ما. آقای طالب‌لو، واقعیتش رو بگم من خودم در نیافتم که دقیقاً این سفر تا اینجا چه دستاوردی داشته برای آژانس. مرسی از دعوتتون. فعلا هم معلوم نیست اگه دستاورد خاصی به اون صورت داشته باشه. همونطور که شما فرمودید، هم لابلای خبرهای مانند ای پی و رویترز و اینا میگن که سفر ایشون، یعنی سفر رافائل گروسی به تهران، بر اساس یک هدف بود. هدف اینه که بازسازی این رابطه بازرسی و به اصطلاح ویزیت کردن این تأسیسات هسته‌ای که واقعا از فوریه 2021 رو به افول بود و اونا میخواستن یک داکیومنت، یک سندی رو احیا کنن که مارش 2023 بین آژانس هسته‌ای ایران و خود آژانس در وین دوباره اون رو به اصطلاح احیا کنن و معلوم هم نیست اتفاقا هم واقعا این سند دوباره اون وزنه قانونی که یه سری انتظار دارن داشته باشه رو پیدا کنه یا نه. آژانس خب مکانیزم فشار زیادی که نداره واقعا و به نظر میاد برنامه هسته ایران، اگر اشتباه میکنه من اصلاح بکنید، گره هستش سیاسی است و دیپلماتیک تا فنی. تو این فضا اصلا از آژانس چه انتظاری میشه داشت؟ خب آژانس یه نقش بسیار مهمی داره برای مثلا تایید کردن روند صلح‌آمیز، یعنی استفاده انرژی هسته‌ای در ایران، ولی ما میدونیم که تقریبا بیش از دو دهه است، تقریبا 22 23 سال اگه اشتباه نکنم، که ایران بیرون از اون معادلات سیاسی پروتکل الحاقی مال سازمان آژانس بین‌المللی هسته‌ای در وین هست و بیش از اون آژانس نتونسته 100% تایید کنه که تمام اماکن هسته ای ایران و تمام مواد فیسال متریال یا هسته ای در ایران 100% برای صلح‌آمیز داره استفاده میشه یا برنامه کل هسته ای ایران 100% به روند صلح‌آمیز بود یا داره میره. دلیلی که این تشخیص مهمه و نقش آژانس هم مهمه اینه که دقیقاً اینا فقط یک فشار سیاسی، یک اهرم سیاسی ان در این معادلات بین المللی بین ایران و اروپا، ایران و غرب و ایران و سازمان ملل، و در نبودن این تایید ما دیدیم که تحریما رشد کرده، هم یک جانبه هم چند جانبه، هم جمهوری اسلامی سعی کرده از این تحریما عبور کنه با گسترش توانایی هسته‌ای، که دقیقاً ما الان مواجه با یه بحرانی هستیم که هسته‌ای یعنی اتمی، یعنی دسترسی به سلاح هسته‌ای واقعاً بیشتر یک مانع سیاسی داره در تهران تا مانع فنی. ولی برداشتن تحریما که دست آقای گروسی نیست، خودش هم امروز در این کنفرانس خبری به شکلی اشاره کرد، چرا اصلا ایران بعد امتیازی به او بده وقتی که طرف اصلی این تحریم اتفاقا بازیگران دیگری هستن مثل آمریکا؟ بازیگران دیگری دقیقاً هستن، مانند کشورها، مانند آمریکا، مانند انگلیس، مانند اتحادیه اروپا، ولی اینا اعضای شورای حکام آژانس هستن و به جز مثلا روند برخورد دیپلماتیک اون فرد، اگه یادتون باشه آقای البرادایی کمی نرمتر با ایران عمل میکرد، آقای امانو کمی نرمتر عمل میکرد، آقای گروسی واقعا تونسته یا سعی کرده پافشاری کنه با برای همین این شغل بازرسی آژانس آژانس هسته‌ای در تهران، و بیش از اون بدون تایید اونا تحریما که برداشت نمیشن بلکه افزایش هم پیدا کنند. چه امتیازی احیانا جمهوری اسلامی به نظرتون میتونه بگیره اگر یه در باغ سبز یک مقدار با آژانسشون بده، یکم همکاریاشو بیشتر بکنه، اجازه بده بازرسانش بیان دوربیناشون رو راحت‌تر نصب کنن، در مقابل فکر کنید چه چیزی میتونه به دست بیاره؟ بدون تعارف بگم این روند رو تقریبا از فوریه 2021 ما دیدیم که ایران ایشون رو، آقای گروسی رو دعوت میکنه، یه سری کمرارا رو متوقف میکنه، یه سری خطای دیپلماتیک رو متوقف میکنه، یک بحرانی رو میسازه، آقای گروسی رو دعوت میکنه و سعی میکنه یک قراردادی بیشتر سیاسی تا قانونی رو احیا کنه و بگه این بحران حل شد و عبور کنه از فشارهای دیپلماتیک در سازمان ملل و از فشارهای اقتصادی و سیاسی از انگلیس و آمریکا. و به نظر من تا برسیم به انتخابات 2024 آمریکا، این همین روند جمهوری اسلامی ادامه خواهد داشت، تنش زدایی، افزایش برنامه هسته‌ای و همینجوری کجدار مریضی با آژانس. به انتخابات آمریکا اشاره کردید، 5-6 ماه بیشتر فرصت هم مونده تا نوامبر دیگه. چقدر فکر میکنید که اتفاقا سفر و برنامه های آژانس ممکنه مقدمه ای باشه برای یک توافق
احتمالی بین ایران و آمریکا سر برنامه هسته‌ای؟ طوری که من می‌بینم، یعنی متأسفانه طوری که من می‌بینم، این اهمیت برنامه هسته‌ای تو معادلات هم حزب دموکرات هم حزب ریپابلیکن داره کمتر میشه. یعنی نمیگم اینا قانع شدن که ایران داره هسته‌ای میشه، ولی محور بحثشون بیشتر راجع به ایران در منطقه است در این روزا. شاید به خاطر نزدیکی ایران با روسیه در رابطه با جنگ اوکراین، یا شاید به خاطر این حملات گسترده که ایران اخیراً علیه اسرائیل داشته، یا همین رابطه همین اهمیتش اتفاقا بیشتر نمیکنه. این 300 تا مشکی که رفت، که حالا میگم بعضیشون کلاهک نداشت، بعضیشون کلاهکای تمامشون هم توانایی حمل کلاهک هسته‌ای بودن داشتن اتفاقا. همینو عرض میکنم. خب این نگرانی رو الان بیشتر نمیکنه. اگر این موشکا بعضیشون میتونه برسه، تازه جمهوری اسلامی میگه این بهترین موشکام هم نیست، پس فردا اگر موشک دیگری با توان حمل کلاهک هسته‌ای و احیانا یک سلاح هسته‌ای بیاد، خب بقای اسرائیل رو تهدید میکنه. این الان اولویت رو نمیبره بالاتر؟ طبیعتاً اولویت رو میبره بالا، ولی روند اینه که آمریکا چجوری وارد این معادلات بشه رو عوض داره میکنه. مثلا به احتمال زیاد به نظر من اگه دولت ترامپ بیاد رو کار، سعی میکنه این همپیمان رو، اتحادیه اروپا رو قانع کنه به فشار حداکثری. اگه آقای بایدن باشه، به نظر من سعی میکنه سازش رو اول جاده صاف کنه، سازش رو از طریق موضوعهای منطقه‌ای رو ایجاد کنه. این پیش بینی من. چه چیزی به نظرتون الان در ذهن آقای گروسی داره میگذره در مرحله اول که بتونه یک آرامش نسبی، چون به مسئولیت داره در قبال تقریبا تمام جامعه جهانی در مورد برنامه هسته‌ای کشورهای عضو، چه چیزی به نظرتون بیش از هر چیز دیگری الان برای او اولویت داره در مورد برنامه هسته‌ای ایران؟ اولویت به تمام اماکن هسته‌ای و نظامی هسته‌ای، این یکیه. دو، دسترسی به تمام این دانشگاه‌ها و دانشمندان. سه، واقعا اون دو سه موردی که از اون به اصطلاح اتمیک آرکایوی که اسرائیل به دست آورده بود رو، تمام اون پرونده‌ها رو به نفع احسن چک کنه، بازرسی کنه. چهار، اینه که جمهوری اسلامی واقعا بیاد بتونه ثابت کنه که پلن‌های به اصطلاح سابق هسته‌ایشون چی بوده، روند رشد این برنامه هسته‌ایشون در آینده چیه، و آیا این همخونی داره هم با ادیشنال پروتکل و هم با یک کد به نام کد 3.1. واسه اینه که هر دفعه ایران مثلا یه اماکن جدید رو میخواد افتتاح کنه، باید مثلا تا چند روز قبل این مثلا طرح این اماکن رو در آژانس بذاره و در سالهای سال پیش نذاشت. و یه چیز دیگه که هم سیاسیه و هم نظامی، اینه که تونل کندن رژیم نه فقط در فوردو، ولی یک جای دیگه در نتنز. این نگرانی های زیادی وجود داره واسه آینده نزدیک برنامه هسته ایران، و بدون این تایید، بدون اون مهر 100% صلاحیت، به نظر نمیاد که گروسی بتونه این شغلش رو به نفع حسن انجام بده. و اون مانع، دوباره عرض کنم، مانع سیاسیه و از طرف دولت مردان جمهوری اسلامی. ممنونم از شما. بهنام طالب‌لو، پژوهشگر ارشد در بنیاد دفاع از دموکراسی. مرسی از دعوتت.